سلام امیدوارم حالتون خوب باشه امروز میخوام در مورد یه ویژگی جدیدی که به گوگل جمنای در واقع هوش مصنوعی شرکت گوگل اضافه شده در واقع دو تا ویژگی جدید اضافه شده در مورد اونا باهاتون صحبت کنم و ببینیم که چه ویژگی هست خب اگر یادتون باشه و اگر علاقه من به دنیای هوش مصنوعی باشید میدونید که اکثر هوش مصنوعی ها توی چند ماه اخیر یه ویژگی رو ارائه داده بودن علاوه بر اون مدل های ریزنینگشون یه ویژگی جدیدی رو ارائه داده بودن به اسم دیپ ریسرچ حالا اسامی مختلف ممکنه داشته باشه اما دیپ ریسرچ در واقع اسمیه که ممکنه براتون آشنا باشه و قضیه این دیپ ریسرچ هم حالا ما این ویژگی رو توی چت جی داریم توی گراک داریم توی دیپسیک داریم کاری که اینها میکنن اینه که در واقع اون سرچ معمولی که ما قبلا انجام میدادیم میرفتیم توی گوگل و سرچ میکردیم رو میان پیشرفته ترش میکنن با توجه به سوال شما یه سری از وبسایت ها یا یه سری از منابع رو میان بررسی میکنن و بر اساس اطلاعات توی اون وبسایت ها میان و به شما جواب میدن خب اگر اون ویدئوی من رو که در واقع هوش مصنوعی مختلفو با هم مقایسه کردم حالا عکسش و لینکش هم توی دیسکریپشن میذارم به نظرم حتما نگاه کنید ویدئوی جالبیه اونجا با هم دیگه دیدیم که هوش مصنوعی های مثل, مثل مثلا گراک و چت جی پی تی و همین جمنای توی بحث ریزنینگ عملکردشون چجوریه و اگر یادتون باشه اونجا دیدیم که مثلا جمنای بهترین سرعت و بالاترین دقت رو از بین این ستا داشت بعد گراک مثلا توی خیلی از موارد رتبه سوم رو داشت و چت جی پی رتبه دوم رو داشت از بین این سه تا توی بحث ریزنینگ و باز اگر یادتون باشه مثلا گراک میرفت و یه سری از وبسایت ها رو معمولا 15 تا 20 تا وبسایت رو جمع‌آوری می‌کرد 10 تا 20 تا رو جمع‌آوری می‌کرد و بر اساس اونها میومد اومد سوالی که شما ازش پرسیده بودید رو جواب میداد زمانی هم که اینا طول میکشید تا این کار رو انجام بدن معمولا بین 10 تا مثلا 30 ثانیه ممکن بود حتی زمان ببره ولی این کار رو انجام میدادن توی این بازه زمانی و جواب ما رو میداد حالا گوگل که تقریبا میتونیم بگیم خیلی بی سر صدا این کار رو کرد اومده ویژگی دیپ ریسرچ رو که قبلا نداشت و تازه اضافه کرده به هوش مصنوعی جمنای اضافه کرده و همونطوری که میبینید اگر وارد جمنای خودتون بشید اول از همه میبینید که گزینه دیپ ریسرچ اینجا براتون اضافه شده و اگر بیایم این بالا کلیک کنیم میبینیم که حالا من این که پلن رایگان رو دارم جمنای تو فلاش رو دارم توی فلاش تینکینگ رو دارم و گزینه دیپ ریسرچ برای من اضافه شده که اگر روش کلیک کنم میبینید که میتونم از ویژگی دیپ ریسرچ استفاده کنم من امروز توی این ویدیو بچه نمیخوام دیپ ریسرچ رو عمل رو امتحان کنم و نمیخوام مثلا کامندی بهش بدم و ببینیم که چطوری عمل میکنه برای اون یه در واقع ویدیو جدا و با جزئیات براتون درست میکنم اما اون چیزی که باید بدونیم که عملکردش به صورت کلی چطور هست باید بهتون بگم که برعکس اون موارد قبلی که در موردشون صحبت کردم و میرفتن 10 تا 15 تا 20 تا وبسایت رو سرچ میکردن این ویژگی دیپ ریسرچ جمینای رو میتونیم بگیم پادشاه همه سرچ ها واقعا میتونیم بهش بگیم پادشاه همه سرچ ها به خاطری که میاد و در مورد سوالی که شما ازش دارید در مورد هر چیزی که ازش میپرسید تعداد بسیار بالایی از منابع مثلا 100 حتی بیشتر 400 500 تا منبع رو میاد بررسی میکنه همه اونها رو با دقت میخونه گاهی از همشون استفاده میکنه گاهی از خیلیشون استفاده نمیکنه خلاصه میاد منابع خیلی زیادی رو بررسی میکنه چک میکنه و جواب شما رو بر اساس اون منابع میده بنابراین جوابی که به شما میده خیلی دقیق تر و خیلی با جزئیات بیشتری نسبت به جوابی هستش که ما قبلا از هوش مصنوعی دیگه میگرفتیم و همینطور که گفتم چون میاد منابع خیلی زیادی رو بررسی میکنه زمان بررسیش خیلی فرق میکنه گفتم بهتون مثلا گراک میومد توی سی ثانیه یک سرچی رو انجام میداد و جواب رو به ما میداد. اینجا توی دیپ ریسرچ جیمنای البته بستگی داره به سوالتون و اون چیزی که ازش میخواین. ولی در اکثر مواقع میبینید که سی دقیقه یک ساعت زمان میبرید یعنی در واقع شما باید کامندتون رو بدید برید نیم ساعت دیگه برگردید یک ساعت دیگه برگردید تا این کارش رو انجام بده از همین زمانی که دارم بهتون میگم شما تصور کنید که چه مقدار از داده رو قرار بره بررسی کنه و به شما جواب بده حالا اینکه آیا کاربردی هست آیا چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم و همه اینا رو توی ویدیو دیگه گفتم براتون تهیه میکنم و در موردش صحبت میکنیم ولی اینجا بیشتر خواستم بهتون بگم که عمل کرد به چه صورته و اصلا چی هست این ویژگی چون ممکنه جمنایتون رو باز کنید و ببینید یه گزینه دیپ سرچ اینجا اضافه شده حالا کاربردش چیه و ما چطوری باید ازش استفاده کنیم بنابراین به طور کلی ویژگی جدیدی که اضافه شده و ممکنه در بسیاری از موارد مثلا توی بساط تحقیقاتی اگر دارید مقاله یا پایان نامه می نویسید یا هر کار دیگه‌ای که دارید انجام میدید این دیپ ریسرچ میتونه خیلی بهتون کمک کنه با جوابهای بسیار با جزیات بیشتر با منابع بیشتری که رفته و گشته و با دقت همه چیز رو بررسی کرده بهمون به بده یه ویژگی دیگه‌ای که من دیدم و در موردش صحبت البته من ندارمش که به شما نشون بدم اینه که شما میتونید به جمنای اجازه بدید که به پیشینه سرچ شما در واقع اون چیزهایی که توی گوگل سرچ کردید دنبالشون بودید تا به حال در واقع سرچ هیستوریتون رو بهش دسترسی بدید و بتونه از اونها استفاده کنه تا جوابای بهتری به شما بده البته این قضیه یه جوریه یعنی بعضیا ممکنه دوست نداشته باشن که دسترسی بدن به هوش مصنوعی تا ببینه در واقع که شما قبلا چه چیزهایی رو سرچ کردید در مورد چه چیزهایی تو اینترنت گشتنی کردید ولی ممکنه برای بعضی مفید باشه دوست داشته باشم و بهشون کمک کنه نمیدونم من استفادهش نکردم ندارمش هم که بهتون نشون بدم ولی به نظر میرسه در برخی موارد ممکنه کاربردی باشه در خیلی از موارد هم نه و من خودم احساس میکنم خیلی از افراد علاقه ندارن که در واقع اون هیستوری سرچشون رو در اختیار هوش مصنوعی بذارن ضمن اینکه حالا اگر همین صفحه جمنای رو ببینید میگه که حواستون باشه افراد واقعی یعنی انسانهای واقعی اطلاعاتی که شما دارید اینجا سرچ میکنید رو برای بهبود مدل و به دلایل مختلف چک میکنن پس اطلاعات مهمتون اطلاعات حساستون رو هیچ وقت نباید با هوش مصنوعی نه تنها جمنای با هیچ هوش مصنوعی دیگه ای شیر کنید ولی به طور کلی این ویژگی هم جز چیزهایی هستش که در دسترس حالا یا قرار داده برخی یا دسترسی دارم بهش ولی من مثلا ندارم به هر حال این ویژگی دومی هستش که به جمنای اضافه شده و ممکنه براتون کاربردی باشه و میتونید ازش استفاده کنید خب نمیخوام این ویدیو رو طولانی کنم امیدوارم که این اطلاعات جدید مورد استفادهتون قرار بگیره برید و این دیپ ریسرچ رو امتحان کنید سوال ازش بپرسید ببینید توی چه مواردی میتونید ازش استفاده کنید و توی کامنت ها هم لطفاً بهم بگید که به نظر شما برای چه چیزهایی این دیپ ریسرچ خیلی قوی جمنای میتونه کاربردی باشه ممنون که تا اینجا ویدیو با من بودید اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید تا ویدیوهای بعدی خدا